برای اینکه ما بتونیم گیتارمون رو به صورت دقیق کوک بکنیم، نیازه که دو تا چیز رو خیلی خوب بدونیم. اول از همه صداهای موسیقاییمون رو باید خیلی خوب بدونیم. صداهای موسیقایی ما بود دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. و گفتم که این دو، ره، می، فا، سول، لا، سی رو روی یک دایره در نظر بگیریم که توی رأس اون دایره در بالاترین نقطش نوت دو قرار داره و به ترتیب بقیه نوت ها نوشته شده و این نوت ها در گردش هستن. یعنی ما میگیم دو، ره، می، فا، سول، لا، سی و دوباره بعد از نوت سی نوت دو رو داریم و دوباره به همین ترتیب نوت هامون گردش پیدا می‌کنه. به خود نوت های دو، ره، می، فا، سول، لا، سی میگفتیم حروف های هجایی، به منظور حروف هایی که بیان میشن، و گفتیم که هر کدوم از این حروف های هجایی ما یک سری حروف الفبایی داره که اگر قرار باشه اونها رو بنویسیم از حروف الفبایشون استفاده میکنیم. نوت دو میشد حروف الفبایش سی، نوت ره میشد دی، نوت می میشد ای، نوت فا اف، سول جی لا ای و نوت سی هم میشد نوت بی. مهمترین نکته این هم که بعد از این باید برای کوک کردن بدونید این هستش که باید اسم نوت‌های شش سیم گیتارتون رو به صورت دستباز و به صورت آزاد بدونید چی هست. خب این رو هم یه توضیحی میدم. سیم یک ما اسمش هست نوت می. وقتی من سیم یکم رو آزادش را میکنم نوت می رو دارم به صدا در میارم. سیم دو اسمش هست نوت سی، سیم سه سول، سیم چهار ره، سیم پنج لا و سیم ششم هم نوت می. در واقع هر نوتی که من روی سیم یکم دارم سیم ششم هم همون نوت رو دارم. سیم یک و شیش با هم مشترکن لحاظ اسامی نوت ها. نکته باز مهمتری که باید رعایتش بکنیم اینه که توی تیونر وقتی که شما میخواین گیتارتون رو کوک بکنین به شما حروفای الفبایی رو نشون میده. یعنی وقتی که سیم یک رو شما روی تیونر اجرا میکنین روی تیونر به شما نوت می رو نشون میده که حروف الفباییش میشه نوت ای، میشه حرف ای انگلیسی. پس لازمه که حتما حروفای الفبایی رو بلد باشین تا بتونین خیلی دقیق کوکش بکنین. خب ما روی دست سردسته گیتارمون یه قسمتی رو داریم که اصطلاحا هم بهش میگیم ماشین هد. به این قسمتی که قراره باهاش گیتارمون رو کوک بکنیم به کل این قسمت میگن ماشین هد و به خود اون قسمتی که قراره پیچیده بشه برای صرف کردن و شل کردن سیممون میگیم گوشی های گیتار. وقتی که من بیام این گوشی ها رو در جهت عقربه های ساعت بچرخونم گیتار من سیمش شروع میکنه به شل شدن. نگاه کنیم، اگر من بیام گوشی گیتارم رو خلاف عقربه های ساعت بچرخونم سیم من شروع میشه به صفر شدن و الان سیم من رو به صفر شدن. بزنیم با هم بریم روی تیونر ببینیم. روی تیونر همیشه یه دکمه وجود داره به نام آن و آف که با ضربه زدن و یا نگه داشتن روی اون تیونر ما روشن میشه. تیونر ما یه عددی رو داره به نام عدد 440 که دقیقا برای من تو بالاترین قسمت تیونر هم نوشته شده و اگر برای شما رو عدد دیگه ای ثبت شده بود میتونیم با دکمه هایی که روی تیونرتون دارین اون رو بالا پایین کنیم و روی عدد 440 بذاریم. تیونر شما احتمالاً میتونه سازهای مختلفی رو کوک بکنه و چون استفاده ما الان برای کوک کردن گیتار هستش تیونر شما باید روی حالتی باشه که گیتار رو کوک بکنه. اگر در این قسمت تیونر من رو نگاه بکنین کلمه باس نوشته شده، این الان برای کوک کردن گیتار باس است و من با زدن دکمه هایی که روی سازم دارم برای تغییر ساز اون رو روی حالت گیتار میارم. تیونر های مختلف چیزهای مختلف رو می نویسه، شاید حرف جی نوشته بشه برای گیتار یا خود گیتار نوشته بشه یا روی حروفی مثل سی یا حروفی مثل جی باشه تیونر شما. به هر حال باید اون رو روی حرف گیتار یا حرف جی قرارش بدیم. روی تیونرتون توی صفحه تیونرتون به صورت کلی هیچ علامت دیز و بمولی نباید باشه. به این علامت که در سمت راست تیونرمون داریم که اینجا برامون کشته شده میگیم علامت دیز و به این علامت
که شبیه بی کوچیک انگلیسی است میگیم علامت بمول. روی صفحه تیمونر شما هیچ کدوم از این علائم نباید باشه. به عنوان مثال نگاه کنین، من توی گوشه سمت چپم الان چند تا علامت بمول گذاشتم. اینها استفاده های خودش رو داره و برای کوک کردن ساز روی حالا یک سیم بمول و یک سیم دیز استفاده میشه که الان به کار ما نمیاد. ما دقیقا الان میخوایم کوک کردن ساده یه گیتار رو بگیم. من اون علامت ها رو برداشتم تا بتونم گیتارم رو راحت کوک بکنم. بعد از اینکه تمام این کارها رو انجام دادیم، شما تیونرتون آماده ی کوک کردن گیتارتون هست. الان گیتار من کوکه. من وقتی که سیم یک خودم رو به صدا در میارم، روی تیونر قسمت سمت چپ به من نوت می، در واقع حروف الف واییش نوت ای رو داره به من نشون میده و در کنار نوتی که داره به من نشون میده شماره سیمم هم به هم میگه، نوت می که کنارش هم نوشته سیم یک. نکته ای که مهمه اینه که من برای کوک کردن گیتارم یا سیمم رو باید سفت بکنم یا سیمم رو باید به حدی شل بکنم که کوک بشه. اگر عقربه تیونر به سمت چپ بود، یعنی به سمت قسمت منفی تیونر بود، من باید سیم خودم رو سفت بکنم تا به سمت بالا بیاد، و اگر به سمت راست بود، سمت قسمت مثبت تیونرم بود، باید سیم گیتارم رو شل بکنم به حدی که عقربه تیونر من در وسط وایسه و در اون حالت گیتار من کوکه. خب من سیم یک گیتارم رو میزنم. خب الان اینجا داره نوت دی، نوت ر رو به من نشون میده. خب ما گفتیم که صداهای موسیقیمون دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. اینجا الان باید وقتی من سیم یکم رو میزنم نوت می رو به من نشون بده، ولی داره نوت ر رو به من نشون میده، در واقع داره حرف دی رو به من نشون میده. خب حرف دی قبل از نوت می هست و اینجا داره به من میگه اگر میخوای به نوت می برسی باید کمی سیم گیتارت رو سفت بکنی. نگاه کنین، وقتی که من الان سیم گیتارم رو سفت میکنم تیونر به من نوت می رو نشون میده یکم دیگه و الان اومدیم رو نوت می، ولی سیم گیتار من هنوز شل هستش و من باید سفترش بکنم تا عقربه تیونرم وسط وایسه و الان گیتار من رو سیم یک کوک شده. خب نوت سیم دو اسمش هست سی و وقتی که من اجرا میکنم توی تیونر باید به من نوت بی رو نشون بده، ولی باز هم الان نوت بی رو به من نشون نمیده، داره نوت ر رو به من نشون میده. نوت ر بعد از نوت سی هست و من باید سیم گیتارم رو شل کنم. تیونر داره به من میگه که سیم گیتار دیگه مقدار سفت هستش و من سیم گیتارم رو شل میکنم و میبینیم که نوت می رو حالا به من نشون داده و من وقتی یکم دیگه سیم گیتارم رو شل کنم عقربه تیونرم میاد در وسط وای میسته. به همین ترتیب برای نوت های سیم های دیگمون هم این کار رو انجام میدیم و در انتها وقتی که هر شش تا سیممون با عقربه های تیونر اوکی شدن و کوک شدن، گیتار ما کوک هست و ما میتونیم هر قطعه ای رو اجرا بکنیم.